درود به همگی، من مریم پور اسکندری هستم و امروز میخواییم با هم این موتیف رو ببافیم. به دورنگ کاموان نیاز داریم. من از قلاب شماره 3.5 استفاده میکنم، سوزن برای تمیزکاری انتهای کار و قیچی. بریم که شروع کنیم. برای شروع نخ رنگ اولم رو یه گره میدم و 4 تا زنجیره میزنم. 1، 2، 3 و 4. توی اولین زنجیره 1 بست میزنم تا 1 دایره تشکیل بشه به این شکل. و این دوم کوتاه هم داخل باف با خودم پنهان میکنم که آخر کار راحت تر باشه. 3 تا زنجیره میزنم که این 3 زنجیره 1 پای بلند حساب میشه و 7 تا پای بلنده دیگه داخل همین حلقه میبافم، یعنی در مجموع 8 تا پایه بلند. 8 تا دونه رو هم میبافم ولی مرحله آخر رو نگه میدارم، یعنی این دوتا پایه دوتا حلقه آخر رو با هم یکی نمی کنم. نخو نگه داری که شل نشه. نخ رنگ جدید رو یه گره میدم. میتونیم گره ندین اگر میخواییم، ولی گره بدین محکم تر میشه. و مرحله آخر رو این نخ رو نگه دارین همچنان که این شل نشه. مرحله آخر رو با رنگ جدید میبافم. اینم دوم کوتاهش رو نگه دارین به این شکل. نالی یه ذره میکشم، اینم نگه میدارم به این شکل. حالا 8 تا پای کوتاه پای بلند دیگه با همین رنگ با رنگ جدید داخل حلقه میبافم و این دوتا نخ رو با خودتون داخل بافت ببرین تا پنهان بشه. اینو میتونین رها کنین، بعد انتهای کار ادامش رو پنهان میکنین. ولی این نخی که به کلاف وصله، نخ رنگ اولتون رو با خودتون داخل بافت ببرین، چون رنگ بعدی باز میخوایم عوضش کنیم. 16 پایان رو هم بافتم، مرحله آخر رو نصف نگه داشتم. حالا این دوم بلند رو نگه میدارم با رنگ اولم که داخل باف با خودم آورده بودمش، این مرحله رو کامل میکنم به این شکل و بعد بست رو با این رنگ میزنم توی 3 زنجیره از اون 3 زنجیره ابتدای رنج به این شکل. اینو هم با خودتون ببرین و همین کاری که میکنم داخل باف پنهان کنید. حالا 3 تا زنجیره که این 3 زنجیره 1 پایه بلند حساب میشه و 1 پایه بلند دیگه توی همین پایه و توی 7 تا پایه بعدی هر کدوم 2 تا پایه بلند. و نخ رنگ اول رو با خودتون داخل باف ببرید. 16 پایه رو که بافتم باز مرحله آخر رو نگه میدارم، این نخ رو نگه میدارم، این نخ دوم که همراه خودم داخل باف برده بودم میارم و آخر مرحله رو با این کامل میکنم. باز این نخ اول رو داخل باف با خودتون ببرید. حالا توی 8 تا پایه بعدی هر کدوم 2 تا پایه بلند. کلن ببینید یه توضیح بدم، تا انتهای کار این نخایی که مال محله قبلی هستن رو داخل باف با خودتون میبرین که توی محله بعدی باز بخوایم رنگشون رو عوض کنیم. پس تا انتها توی هر پایه 2 تا پایه بلند میبافم. خب آخرین دونه رو که بافتم دوباره آخر محلش رو نگه میدارم و با رنگ اولم کاملش میکنم و توی این نخو با خودتون ببرید. توی 3 زنجیره بست میزنم سه تا زنجیره که 1 پای بلند حساب میشه، توی پایه بعدی 2 تا پای بلند دوباره بعدی 1 2 تا 1 2 تا 1 تا این قسمت تا این رنگ تموم بشه و نیمه بعدی دوباره نخ و رنگش رو عوض میکنیم و بافت رو ادامه میدیم. با این رنگ آخرین دونه رو که بافتم این نخ رو نگه میدارم و با رنگ
اولم کاملش میکنم. اینجا دوتا داشتم توی آخرین پایه، تو پایه بعدی باز یک، دوباره بعدی دوتا، بعدی یکی، تا انتهای رج. خب رج سه آخر مرحله رو با رنگ جدید تکمیل میکنم و یک بست توی سومین زنجیره میزنم. سه تا زنجیره که یک پای بلند حساب میشه. توی پایه بعدی دو تا پای بلند، توی بعدی یکی، دو تای بعدی یکی، هر کدوم یعنی یه دوتایی دوتا تکی، دوباره یه دوتایی، دو تا تکی و همین ترتیب. ببینید به اینجا که رسیدیم باز رنگتون رو عوض کنید و همین ترتیب دو تا تکی. به انتهای رش که رسیدیم یک تکی میمونه که با این تکی اتدای رش میشه دو تا تکی. به همون روش گردبافی که توی آموزش گردبافی بهتون توضیح دادم، آخرین دونه رج چهار رو به صورت کامل میبافم و بست میزنم. با همین رنگم رو عوض نمی کنم. خب و این نخ اول رو هم با خودتون داخل بافت ببرید. حالا یک زنجیره و یک پای کوتاه توی همین قسمت. توی سه تا پای بعدی هر کدوم یه دونه پای کوتاه. یک، دو و سه. توی دو تای بعدی هر کدوم یه دونه پای متوسط. توی دو تای بعدی هر کدوم یک پای بلند. توی پای بعدی سه تا پای بلند، دو تا زنجیره و سه تا پای بلند دیگه. توی دو پایه بعدی هر کدوم یک پای بلند. و دقت کنید من این نخو همچنان دارم با خودم داخل باف میارم. توی دو تایه بعدی هر کدوم یک پای متوسط. توی هفت تا پایه بعدی هر کدوم یک پای کوتاه. و هفت. توی دو پایه بعدی هر کدوم یک پایه متوسط. داریم دایرمون رو تبدیلش میکنیم به یک مربع. توی دوتای بعدی هر کدوم یک پای بلند. توی پای بعدی سه تا پای بلند، دوتا زنجیره، سه تا پای بلند.
توی دوتای بعدی هر کدوم یک پای بلند. توی دوتای بعدیش هر کدوم یک پای متوسط. این نخو همچنان دارم میارم ها. توی ستای بعدی هر کدوم یک پای کوتاه، یک، دو و سه. و سومی رو تموم نمی کنم بافتش رو. و حالا با رنگ دیگم اینو نگه دارم تکمیلش میکنم. میشه توی چهار تا پای بعدی یک پای کوتاه، حالا این نخو با خودم داخل بافت میبرم، سه و چهار. توی دو پای بعدی هر کدوم یک پای متوسط، یک و دو. دوتای بعدی هر کدوم یک پای بلند، توی بعدی سه تا پای بلند، دوتا زنجیره و سه تا پای بلند، دو تا زنجیره، سه تا پای بلند دیگه. خب دیگه ادامه شفاهی توضیح میدم چون تکراره همش. سه تا پای بلند، دو تا زنجیر، سه تا پای بلند رو که زدیم، توی دو تای بعدی هر کدوم یک پای بلند، دو تای بعدی هر کدوم یک پای متوسط، یک، دو، سه، چهار، پنج، شش، هفت. توی هفتای بعدی هر کدوم یک پای کوتاه، یک، دو. توی دوتای بعدی هر کدوم یک پای متوسط، توی پای بعدی و پای بعدیش هر کدوم یک پای بلند، توی پای بعدی سه تا پای بلند، دو تا زنجیره، سه تا پای بلند. دوتای بعدی هر کدوم یک پای بلند، دوتای بعدی هر کدوم یک پای متوسط، توی ستای بعدی هر کدوم یک پایه کوتاه، تا برسیم به ابتدای رجمون. به انتهای باف رسیدم، رنگم عوض نمی کنم و توی اولین پایه، همین اولین پایه کوتاهی که ابتدای رج زده بودیم، بست می زنم. همچنان این نخو با خودم میارم. حالا ستا زنجیره که یک پایه بلند حساب میشه و توی ده تا پایه بعدی هر کدوم یک پایه بلند. پایه ها رو که زدیم میرسیم به این فاصله دو زنجیره ای. داخل فاصله سه تا پایه بلند، دو تا زنجیره و سه تا پایه بلند، یک، دو، سه، دو تا زنجیره و سه تا پای بلند دیگه. توی 21 پای بعدی ببینیم پای بلند که کنار این فاصله دو زنجیرمون هست رو فراموش نکنیم. توی 21 پای بعدی هر کدوم یک پای بلند میبافیم. 21 پایه رو که زدم میرسیم به فاصله دو زنجیره‌ای. داخل فاصله دو زنجیره‌ای سه تا پای بلند، دو تا زنجیره، سه تا پای بلند و توی 10 تا پایه بعدی هر کدوم یک پای بلند میبافیم تا برسیم به این قسمت که رنگمون عوض میشه. دهمین پایه رو مرحله آخرش رو نگه میدارم و رنگم رو عوض میکنم، یعنی مرحله آخر رو با رنگ دیگه‌ام.
انجام میدم. حالا 11 تا پای بلند توی 11 پای بعدی میبافم. این نخواهم همراه خودم میبرم داخل بافت. یازدهمین دونه رو که بافتیم میرسیم به فاصله دو زنجیره ای. داخل فاصله دو زنجیره ای 3 تا پای بلند، 2 تا زنجیره، 3 تا پای بلند میزنیم و بعد 21 پای بعدی رو هر کدوم یک پای بلند. دوباره میرسیم به فاصله دو زنجیره ای که داخلش 3 تا پای بلند، 2 تا زنجیره، 3 تا پای بلند میزنیم و بعد توی 10 تا پای بعدی هر کدوم یه دونه پایه بلند میبافیم تا برسیم به ابتدای رج. به انتهای رج 6 رسیدم. رنگ نخمو عوض نمی کنم. توی سومین زنجیره یک بست، یک زنجیره و توی 13 پایه بعدی هر کدوم یه دونه پایه کوتاه میبافم تا برسم به فاصله دو زنجیره این گوشه کار. اینجا توی فاصله دو زنجیره دو تا پایه کوتاه، یک زنجیره و دو تا پای کوتاه میبافم. و توی 27 پایه بعدی هر کدوم یک پای کوتاه تا برسیم به این فاصله دو زنجیره‌ای و دوباره داخل این فاصله دو تا پای کوتاه، یک زنجیره، دو تا پای کوتاه میبافیم و بعد توی 14 پایه بعدی هر کدوم یک پای کوتاه تا برسیم به اینجا که میخواییم رنگمون رو عوض کنیم. خب ببینید، من یه جا اشتباه گفتم. اینجایی که به این سوراخ فاصله دو زنجیره میرسیم دو تا پای کوتاه، یک زنجیره، دو تا پای کوتاه و بعد 13 تا پای کوتاه میزنیم، نه 14 تا برسیم به اینجا و حالا باید رنگمون رو عوض کنیم. این نخو میگیرم و با رنگ جدید کارم رو تموم میکنم، دونه آخر رو. و حالا 14 دونه بعدی رو هر کدوم داخلش یک پای کوتاه میزنیم تا برسیم به فاصله دو زنجیره رج قبلی، به این قسمت. خب به فاصله دو زنجیره که رسیدیم دو تا پای کوتاه، یک زنجیره، دو تا پای کوتاه، پایه های بعد رو تو هر کدوم یک پای کوتاه میبافیم تا برسیم به فاصله دو زنجیره بعدی. داخلش دو تا پای کوتاه، یک زنجیره، دو تا پای کوتاه و 13 تا پای کوتاه دیگه توی پایه های بعدی میبافیم تا برسیم به ابتدای رجمون. خب به انتهای رج رسیدم. توی این زنجیره ای که اول رج زده بودیم یک بست میزنم، یک زنجیره و نخ رو قطع میکنم، هر دو نخ رو. اینو میکشم بیرون. حالا میرم که ببینی خیلی نخ برای پنهان کردن کمون، همش 4 تاست. ببینید خیلی کار تمیز در میاد اینجوری وقتی که قیچی هی نکنی نخ رو و دوباره بخوایم وصل کنی. خب این نخ ابتدایی رج رو وارد سوزن کردم و یه دونه رو جا میذارم از دونه بعدی از پشت کار ردش میکنم تا پنهان بشه. باز یه دونه رو جا میذارم، بعدی رو به همین شکل رد میکنم از پایه ها. به این شکل این نخهای دیگر رو هم به همین شکل داخل باف پنهان کنی.
و اضافه نخ رو قیچی میکنم. بقیه نخ رو هم به همین شکل پنهان کنید و کارمون تمام. تمیز کارهای انتهای کار انجام دادم. همونطور که میبینید خیلی کارم تمیز در اومده. ببینید اینم پشت کار. میتونید یه دونه به عنوان جیب استفاده کنید. میتونید چند تا ببافیم به هم وصل کنیم برای کیف، حالا یا پتو یا کوسن یا هر چیزی که با توجه به خلاقیت خودتون به ذهنتون میرسه. امیدوارم ببافین و استفاده کنین. و اگر این ویدیو رو دوست داشتین لطفا منو حمایت کنین و ویدیوهای بعدی رو با هم همراه باشین.